آقای گنجی، شما محل اصلی نزاع در این انتخابات رو در کجا میبینید؟ به گمان من هدف آیت الله خامنه ای، بیت رهبری، فرماندهان سپاه، بسیج، ائمه جمعه، مراجع تقلید درباری، به زیر کشیدن آقای حسن روحانی و رئیس جمهور کردن ابراهیم رئیسی، یعنی آیت الله قتل عام در درجه اول، و در مرحله بعد رئیس جمهور کردن محمد باقر قالیباف یا همان سردار گازنبوری در درجه دومه. و لذا به گمان من هدف روشنه، ریاست جمهوری، آیت الله قتل عام و سردار گازنبوری و به زیر کشیدن حسن روحانی. من تصورم این هستش که اندکی اگر دور بشیم از تصوراتی که آدم ها دارن در یا تبلیغ میخوان بکنن یا شیوه سخنگویی که بیشتر پروپاگاندا هست، تبلیغ هست به نفع این جنا و اون جنا، وقتی که شما میخواین درباره نزاع صحبت کنین باید برنامه ها رو مطالعه کنین که هر کدوم از اینا چه برنامه هایی گفتن واقعا. من بعدا خواهم گفت که ما در پایان روند حذف برنامه و معنا و مفهوم از سیاست در انتخابات هستیم. جناب گنجی، شما به طیف وسیع اشاره کردید، از رهبری گرفته تا امامان جمعه، سپاه، یعنی تمام به یک معنا مراکز قدرت، اینکه هدف اونها ریاست جمهوری آقای رئیسی هست. این بر چه ادله استوار هست این ادعای شما؟ شما به عنوان یک دونه ارگان الان میگید آگهی میدید که ما یه خانم مسلط به زبان فارسی و انگلیسی میخوایم که موافق حمله به عراق و سوریه باشه. خب به طور طبیعی موقعی که یه همچین شرطی میذارید، به طور طبیعی افرادی مثل برنی سندرز و نام چامسکی اینا حذف میشن. خب آقای خامنه ای، نظامی ها، ائمه جمعه، رسانه هاشون، اینا دائما میگن ما یه رئیس جمهور انقلابی میخوایم که آمریکا ستیز باشه، ضد اشرافیگری باشه، ساده زیست باشه، میخوایم که از استکبار نترسه، نخواد با استکبار سازش کنه، آمریکا رو کت خدای جهان به شمار نیاره، افتخارش دست دادن با اوباما نباشه، برجام امضا نکرده باشه که جز زیانش دستاوردی برای کشور نداره. شما به سرمقاله های روزنامه کیهان که آقای حسین شریعت مداری نماینده مادام العمر آیت الله خامنه ای در روزنامه کیهان می‌نویسه نگاه بکنید. آقای خامنه ای تو جلسه انجمن روزنامه نگاران مسلمان گفتش که آقای حسین شریعت مداری تک تیرانداز جبهه انقلاب در برابر جبهه آمریکا و مزدوران داخلیشه. خب موازه آقای شریعت مداری رو ببینید، گفتمان آقای خامنه ای گفتمان دشمنه. در هر سخنرانی بارها این مفهوم رو تکرار میکنه که تهاجم فرهنگی دشمن، شبیخون فرهنگی دشمن، ناتوی فرهنگی دشمن، دشمن به دنبال براندازی، به دنبال کودتای مخملی است، فضای مجازی تحت کنترل دشمن، مطبوعات پایگاه دشمنن، اسرائیل و آمریکا و انگلیس 10 سال برنامه‌ریزی کردن فتنه 78 و فتنه 88 رو سر کردن، سران فتنه بازجای دشمن بودن. بله. وقتی آقای خامنه‌ای با اعضای جامعه مدرسین حوزه علمی قم ملاقات کرد، تو اونجا اونا به دیدگاه‌های فرنگی احمدی نژاد اعتراض کردن، آقای خامنه‌ای گفتش که درسته، اما وقتی مسئولین دولت اصلاحات و مسئولین دولت سازندگی میرفتن با غربی ها مذاکره میکردن، من بدنم میلرزید که اینا خیانت نکنن به کشور، ولی الان آقای احمدی نژاد دولتش میرن با خارجی ها مذاکره میکنن، من خیالم راحتی که هیچ سوءظنی ندارم. خب وضع آقای روحانی از این جهت الان سوءظن بیشتری بهشون وجود داره، میگن آقای روحانی گفته آمریکا کت خدای جهان هستش، آقای روحانی برجام امضا کرده، آقای روحانی رفته دست داده با چیز. البته دعوای اقتصادی که آقای برزین اشاره کردم و دوستان دیگه، حالا سر برنامه هم میایم که اون میره سر اشکال. اینا نشونه هاییه که به صراحت به جامعه نشونه میدن، علامت میدن آقای خامنه یه دو قطبی ماهاست، انقلابی و غیر انقلابی ساخته، دو قطبی آمریکایی سیو سازش با آمریکا ساخته، و آقای حسن روحانی میشه نماد این طرفش، خودشون یعنی این کارو میکنن، و بعد آقای رئیسی و قالیباف هم میشن نماد نیروهای انقلابی آمریکا ستیز. آقای گنجی، خیلی کوتاه، خیلی کوتاه لطفا، این تصویری که شما ارائه میدید اگر به فرض بپذیریم که درست هست، ما با یه انتخاباتی روبرو هستیم که یه صحنه از پیش تعیین شده داره و نتیجه به یک معنا روشن هست، یا فکر میکنید نه داستان اینطوری نیست و میتونه موثر باشه کمپین ها و رأی هایی خواهد بود؟ خیلی کوتاه. هیچ کس دنیا مومی تو مشت ما نیستش که هر شکلی دلیمون بخواد در بیاریم، هر چقدر هم قدرت داشته باشیم.
اینا زور خودشونو میزنن، از همه امکانات و وسایلشون هم استفاده میکنن، ولی در نهایت ممکنه اگر حضور مشارکت بالا باشه و انتخابات دو قطبی بشه به نتیجه نمیرسن. بگم متشکرم. زور خودشون رو تقلب بسیار گسترده بکنم و اونم یه پیامدهای فاجعه باری داره. ممنونم جناب گنجی. آقای سرکوهی، شما نکته‌ای که فرمودید یه مقدار فراتر از این داستان بود و معتقدید که اصولا برنامه‌ای وجود نداره. ببینید، سخنانی که دوستان میگن در واقع استنباطهای خودشون است، بدونی که اشاره بکنن به این که اون کسانی که نامزد هستند، حالا صلاحیتشون تایید میشه نمیشه، اونها در این مورد چه گفتن یا چه برنامه‌ای ارائه دادن. یک سیاه‌سفید سازی وجود داره که بله، یه دستن رهبر و سپاه و چی و چی و چی که اینا همه خیلی بدن و اینا میخوان با آمریکا دعوا بکنن، و بعد یه آقای روحانی است که خیلی خوب میخواد با آمریکا سازش بکنه. این از کجا در اومده این صحبت ها؟ و بعد از طرف دیگه ما میدونیم خب این داستان برجام رو اصلا قبل از روحانی چشما پیشش در یمن شروع کرده بودن، مذاکرات کرده بودن، رهبر باش موافق بود و غیره. حالا من نمیخوام وارد این بحث های جزئی بشم. به طور کلی اگر ما خود دور بشیم از این لحن تبلیغاتی و که هدفمون بیشتر این است که تحریک بکنیم مردم رو که به صورت جناما برن رأی بدن و تحلیلی نگاه کنیم به قضیه، ما یک روندی رو میبینیم و به نظر من الان ما در پایان اون روند هستیم. اگر شما به انتخابات در همه انتخاب‌های جمهوری اسلامی چند تا مؤلفه ثابت وجود داره، این که اینها در واقع انتخابات آزاد نیستن، این که شورای نگهبان در واقع یک منو یک لیستی میذاره جلو مردم، میگه که شما فقط به عنوان پیاده نظام بیاین به یا به اصلاح طلبان رأی بدین، به اصلاح طلبان پیاده نظام اونا باشین یا به اصولگرایان یا به فلان و فلان و هیچ نقش دیگه‌ای نداشته باشین. و بعد از طرف دیگه اینا یک رقابت درون حکومتی هست و یک گرایشات بزرگی از جامعه از جمله کسانی که درون حکومت نیستن همیشه محذوفن، هست شدن. آزادی مطبوعات نیست، آزادی احزاب وجود نداره و غیره، اینا که خب همه میدونیم. از طرف دیگه هم اینو میدونیم که در مقابل همه اینا یه عده میان میگن بله همه اینا هست، ولی شما بالاخره بیاین چاره ای ندارین بین این جناهای حکومتی یکی رو انتخاب کنین، این بدتر از اون، اون بهتر از این. همیشه هم در هر خانواده یا در هر جایی یه بدی هست که یک بدتری هم هست. اما اگر نگاه کنیم میبینیم که شما از آغاز که شروع شده، وقتی که آقای رفسنجانی به اصطلاح آمد، او یک مفهومی آورد که مفهوم سازندگی بود که در واقع عملا خصوصی سازی بر اساس برنامه نئولیبرالی بانک جهانی بود و در یک جامعه‌ای که مبتنی بر اقتصاد رانتی بود به گسترش رانتخاران بله. و افزایش فقر و غنا مبدل شد. اما بالاخره یک مفهوم ارائه داد. بعد ما با آقای خاتمی روبرو شدیم که آمد مفهوم مردم سالاری دینی رو ارائه داد، هرچند که اونها و حتی وقتی که هم مجلس رو داشتن هم ریاست جمهوری رو گفتن که نهادهای انتصابی نمیگذارن، یعنی اینا همیشه برنامه‌های اعلام میکنن که خودشون هم بعدن میان میگن نهادهای انتصابی نمیگذارن، اما به رغم این اعلامش میکنن. با وجود این یک مفاهیمی ارائه شد. جناح مقابل هم اون موقع مفهوم داشت، مثلا به ارزش‌های انقلابی توجه میکرد، یا مثلا چپ‌ها به اقتصاد نیمه دولتی گرایش داشتن، منظورم چپ‌های طرفدار آقای موسوی بودن در اون زمان. بعد از اون آقای احمدی‌نژاد آمد مفهوم عدالت اجتماعی رو مطرح کرد و بعد اما وقتی که ما رسیدیم به انتخابات گذشته، مفهوم اساسی که مطرح شد مفهوم این بود که ما از غنی‌سازی و اورانیوم عقب نشینی بکنیم و به اون چیزی که به نام برجام مشهور است، در حالی که مشکل دنیا با ایران فقط غنی‌سازی اورانیوم نبود، خودشون هم از اول گفته بودن مشکل برنامه موشکی است، مشکل دخالت در سوریه است، مشکل اسرائیل است و غیره و غیره. اما به هر حال مفهوم اصلی که ارائه شد در اون زمان همین مسئله برجام بود. آقای روحانی یک صحبت‌های خیلی رقیقی کرد در مورد آزادی‌های سیاسی که بلافاصله عقب نشست و بعد ما دیدیم که در این زمینه در واقع در زمینه آزادی‌های فرهنگی و آزادی‌های سیاسی خیلی دستاورداش خیلی کمتر بود از حتی تمام دولت‌های قبلی. حالا در رسیدیم به مقطعی که الان ما در واقع کسانی که قبلا اصلاح طلب بودن و برنامه اصلاح طلبی رو به قول خودشون به سود دموکراسی یا رفرم ارائه میدادن از اون دست برداشتن. مفهوم اعتدال در واقع به این مفهوم در آمد در عمل که جناهای حکومتی همدیگر رو حذف نکن. اجازه بدید من این تموم بکنم بعد دیگه حرف نخواهم زد. جناهای حکومتی همدیگر رو حذف نکنن و سهم هم رو در حکومت حفظ کنن. آقای روحانی هم به سپاه مناقصه میداد، تر میداد، هم به اون یکی ها، هم آقای جنگله. بنابراین در واقع اعتدال مفهومش این بود که جناح همدیگر حذف نکنن و با هم حکومت بکنن. برای مردم برنامه‌ای نداشت آقای روحانی جز برجام. اما برجام تموم شده است، این قرارداد اجرا شده. حالا البته در سیاست خارجی مسائل دیگری مطرح است که در اون مسائل آقای روحانی و آقای خامنه‌ای و همه اینا یک نظر دارن، خودشون نگفتن نظر دیگری دارن. حالا اگر کسانی میگن در واقع حرفش که از خودشون در میارن. حالا ما رسیدیم به جایی که در ایران
دیگه جناهای مختلف برنامه ندارن. اصلاح طلبان در واقع تبدیل شدن به دنبال روی کارگزاران، یعنی یک اقتصاد رانتی که در اون مردم مرتب فقیرتر میشن و یه عده مرتب ثروتمندتر میشن در و اینها در واقع از اون طرف هم اصولگراها هم وقتی میان میگن ما میخوایم کار ایجاد کنیم و کرامت انسانی، اینها برنامه نیست، اینها اشاره به مشکلات هست. یعنی شما میگین آقا بیکاری وجود دارد، فقر وجود دارد، در سیاست خارجی تنش وجود دارد. گفتن این حرفها برنامه نیست. برنامه وقتی که شما میگویید چه میخواهید بکنید. در واقع حتی به صورت لفظی هم که قبلا صحبت میشد، مثلا مفاهیم ارائه میشد، دیگه مفاهیمی نیست. ما رسیدیم به عصری که جناها تبدیل به باندها شدن، به شبکه‌های قدرت و ثروت بدل شدن، برنامه ای ندارن جز همین که هست. و در سیاست خارجی به نظر من جز در زمینه برجام همشون با هم مشترکن، در زمینه‌های موشکی و غیره هم تا حالا عملا گفتن مشترکن، در سیاست داخلی هم همین شیوه به اصطلاح سرمایه‌داری رانتی رو میخوان ادامه بدن. خیلی متشکرم جناب سرکوی. آقای گنجی، در واقع صحبت که فرمودن این هست که با یک نوع بحران گفتمان روبرو هستیم و رقابت برنامه ها و گفتمان ها نیست، بلکه رقابت باندهای قدرت هست. ببینید، در همه جای جهان ما با جنگ قدرت جناها روبرو هستیم. در همین آمریکا همیشه حزب دموکرات و حزب جمهوری خواه مبارزه میکنن و مجبور بودن مردم آمریکا میون هیلاری کلینتون و ترامپ انتخاب بکنن و اینجا هم بازیای خودشو داره، هم فرانسه هم شما دارید میبینید. لذا در عرصه سیاست، عرصه تنازع، عرصه رقابت بر سر منابع کمیاب قدرت، ثروت، معرفت و منزلت اجتماعی، در همه جا مبارزه سر این منابع کمیابه، این منابع کمیابه و به همه نمیرسه. حالا اینکه برنامه اسمشو بذاریم، باید ببینیم منظور از برنامه چیه. به هر حال موقعی که ما الان مقایسه میکنیم، مثلا همین اقتصاد که الان محور برنامه است، من الان یه مقاله نوشتم هنوز روی رادیو فردا است، به تمام این مسائل اقتصادی پرداختم، نشون دادم مثلا رشد اقتصادی در دوره 8 ساله آقای هاشمی رفسنجانی 5.5% بوده، در دوره آقای هاشمی خاتمی 8.4% بوده، در دوره احمدی نژاد با درآمد 800 میلیارد دلاری صادرات نفتی و غیر نفتی روی هم دیگه 3.3% بوده، در این 4 ساله اخیر دوره آقای چیز روحانی شده 2%. خب اینا با هم تفاوت داره، چرا تفاوت نداره؟ همینطور نرخ بیکاری، همینطور نرخ تورم. یعنی مثلا تورم احمدی نژاد دولت رو با نرخ رشد منفی اقتصادی 6.8% و تورم 35% تحویل داده. خب الان کشور همین سال گذشته، همین دو سه روز اخیر صندوق بین المللی پول دو روز پیش آخرین گزارش که داد، میگه رشد اقتصادی ایران سال گذشته 6 ماه 8% مثبت بوده، نرخ بیکاری هم 12%. ولی من توی این مقاله تمام منابعی که دادم مال بانک جهانی و صندوق بین المللی پوله. خب اگر هیچ برنامه‌ای نباشه، چجوری میشه که در نرخ تورم مثلا بدون برنامه کنترلش کرد، رشد اقتصادی داشت بدون برنامه؟ من فعلا دارم حوزه اقتصاد میگم، حالا تو حوزه فن. اینکه آقای فرج سرکویی میفرمایند که در حوزه سیاست خارجی هیچ تفاوت دیدگاهی وجود نداره، قطعا تفاوت دیدگاه وجود داره. آقای روحانی به صراحت دائما از روابط حسنه با دنیا دولت‌های غربی صحبت میکنه و حتی از رابطه با آمریکا، و خب آقای خامنه‌ای و اون طرف مخالفن. خب موقعی که آقای خامنه‌ای میاد به صراحت میگه تمام توطئه زیر نظر آمریکاست، نمیشه. اعتدال البته به معنای برنامه نیست، اعتدال هیچ برنامه نیست. مسئله ما در ایران مسئله پروژه گذار مسالمت آمیز به یک نظام دموکراتیکه و باید ببینیم که اینو چجوری میشه کرد. این پروپاگاندا به نفع یک جنای سیاسی نیستش. در شرایطی که کشور در خطر جنگ قرار گرفته بود، در شرایطی که اوباما 3 بار در 3 تا مسابقه مختلف گفت که اگر ایران برجام رو نمیپذیرفت ما قطعا به ایران حمله نظامی میکردیم، خب قطعا اولویتی یک در اون موقع پذیرش برجام بود، که خب برجام امضا شد و این خطر، نه اینکه الان به کلی محو شده، الان در مسئله تروریسم هست، در مسئله حقوق بشر هست، در مسئله اسرائیل هستش. خب این شعارها رو چی میده؟ شعار نابودی اسرائیل و نفی هولوکاست رو آقای خامنه‌ای و طرفداراش میدن، آقای چیز نمیده اینو، آقای حسن روحانی و ظریف گفتن این شعارا رو احمدی نژاد میداد و اون رفت نیادن. خیلی ممنونم جناب گنج. در دیدگاه
در مورد اروپا، در مورد حوزه اقتصاد، در مورد حوزه سیاست داخلی، بله زور آقای حسن روحانی به قوه قضاییه و سپاه و آقای خامنه‌ای اینا نمیرسه، ولی اون از آزادی اجتماعی دفاع میکنه، میگه باید آقایان موسوی، کروبی و زندانیان سیاسی آزاد بشن. اونها همشون آقای خامنه‌ای و تمام این دستگاه ها شبان روز میگن کل فضای اجتماعی، کل شبکه های اجتماعی، فضای مجازی رو میخوام ببندن. دولت روحانی تا الان مقاومت کرده نذاشتم این. بسیار ممنونم آقای گنجی، خیلی متشکرم. من فکر کنم دیگه تا اینجا در واقع بحث روشن شد. آقای سرکوی شما چگونه بینید؟ در اون طرف آقای گنجی که اشاره کردن ظاهرا نظرش این است که آقای رئیسی نامزد قطعی اصولگرایان خواهد بود، شما فکر میکنید که کدوم یک از این دو احتمالاً باقی خواهد موند؟ عرض کردم تا وقتی که برنامه اینا نگن خودشون از قول اینا نمیشه سخن گفت. من اما نکته رو بگم، اولا هر گونه مقایسه ایران با کشورهایی که در او آزادی احزاب و آزادی مطبوعات وجود داره لغت بدی داره که من نمیخوام بگم. بنابراین وقتی کسی میگه بله در اروپا هم یا در آمریکا هم مثلا رقابت هست، بعد فراموش میکنه که این مسئله این نیست، مثلا اینکه اونجا احزاب آزاد هستن، رسانه آزاد هستن و بعد احزاب مفاهیم و برنامه ها ارائه میدن، در این حال جنگ قدرت هم هست. بنابراین این مقایسه کردن بلافاصله که بله در اروپا هم چنین هست، یعنی اینکه وضع ایران، یعنی اون چیزی که در ایران نیست رو در واقع میخوایم از چشم مردم مخفی نگه داریم. دومی که من از فقدان مفهوم صحبت کردم، تا اون حد که شما اگر نگاه کنین میبینین که الان بزرگترین به اصطلاح تبلیغاتی که طرفداران آقای روحانی میکنن این هستش که رئیسی پرونده به اصطلاح قتل‌های کشتار 67 رو داره که درست هم هست، یکی از جانیان هستش آقای رئیسی. اما همین ها فکر میکنن مخاطبینشون اونقدر نمیدونم حالا یه چیزی کم دارن که به یاد نمیارن که آقای پور محمدی که وزیر دادگستری آقای روحانی هستش، او بود که اتفاقا نقش اصلی تر داشته و در حکم آقای خمینی گفته که نماینده وزارت اطلاعات در اعدام ها همیشه حرف او قطعیه و او در اغلب اعدام ها بیشتر از رئیسی بوده. بنابراین اگر حضور در جنایت نباید دلیلی باید باشه برای اینکه کسی نمیتونه رئیس جمهور بشه، خب که وزیر دادگستری هم نمیتونه بشه و رئیس جمهوری که اونو وزیر دادگستری میکنه مسئوله. و توجه بکنیم که همین ها بودن که میگفتن به مردم برین به لیست امید رای بدین، که در اون دوره نجف آبادی و ری شهری بودن که اینها هم پرونده قتل دارن و به علاوه فرمان این قتل را آقای خمینی صادر کرده. آقای رئیسی به خودش برخلاف گفته آقای مرزین به خودش اجازه نداده بره آدم ها رو اعدام کنه، آقای خمینی فرمان داده. این از ساختار نظام در آمده، این ربطی نداره به این شخص اون شخص. این یک نکته. دوم این که ما وقتی میگیم که رئیس جمهور زورش به قوه قضاییه نمیشه، من عرض کردم این یکی از شیوه هایی بوده که همیشه اصلاح طلبها گفتن که ما برنامه های خیلی خوبی داریم به ما رأی بدین، اما بعد که میان سر کار میگن خب انتصابی مقامات انتصابی از جمله قوه قضاییه نمیذارن. شاید هم درست میگن، اما خب به مردم بگیم که این چیزایی که ما میگیم بعدن عمل نمی کنیم چون که بعدن نمیگذارن که عمل بکنیم. من نگفتم که افراد با هم دیگه تفاوت ندارن، جناها با هم تفاوت ندارن، باندها با هم تفاوت، همه با هم تفاوت دارن، در یه خانواده هم افراد با هم متفاوتن، اما این تفاوت ها یک بحث مفاهیمی که میتواند به اصطلاح مسائل کشور رو حل بکنه یک بحث دیگری هست. شما وقتی که ما سیاست به خصوص در وقتی که پای رئیس ریاست جمهوری بحثت میاد، یعنی کسی که مفاهیمی دارد که این مفاهیم میتواند مسائل کشور رو حل بکنه، یعنی یک مسئله شکاف فقر رو حل کنه. این که میگن رشد اقتصادی شده، رشد اقتصادی به سود کی شده؟ بله در زمان آقای رفسنجانی هم انباشت سرمایه میشد در نزد خانواده او و در نزد باندهای او، در زمان آقای احمدنژاد میشد در نزد سپاه و باند او. همه مثلا در این اقتصاد رانتی همیشه رشد اقتصادی بوده به سود کی، حالا کم یا زیادش، به سود اون کسانی که با قدرت نزدیک بودن. من یک نکته بگم که تموم بکنم و اون این هستش که بحث این که اوباما گفته قطعاً به ایران حمله نظامی خواهیم کرد، من نشنیدم لغت قطعاً اگر نشه به ایران. اما مسئله سیاست خارجی ایران رو هیچ وقت رؤسای جمهور تعیین نکردن، این عوام فریبیست اگه ما اینو بگیم. سیاست خارجی رو یک گروه کلیت نظام که رئیس جمهور هم یکی از اوناست تعیین میکنه. و در مورد مسئله اسرائیل آقای خاتمی هم میگفت اسرائیل سرطان خاورمیانه است. در مورد سیاست ایران راجع به اسرائیل، سیاست ایران راجع به سوریه، حالا به درست و غلطش من کار ندارم، و تضاد ایران با عربستان و مسئله خلیج فارس و مسئله یمن، اینها تا کنون همه کسانی که در نظام هستن از روحانی گرفته تا خاتمی و غیره نگفتن که با این سیاست ها مخالفن. متوجه شدم. یعنی بحث در واقع روابط با غرب رو فکر میکنید که جا افتاده هست، به هر حال تغییر ایجاد نخواهد شد. در مورد خاورمیانه معتقدید که ممکن است تغییر ایجاد خواهد شد، همونطور که در زمینه غنی سازی اورانیوم هم
خود آقای رفسنجانی هم میگه من این شروع کردم، دوره آقای خاتمی هم بود، همه هم میکردن این کار رو، اما مجبور به عقب نشینی شدن. بعد یک نکته هم اگر به من اجازه بدید بگم، آقای سرکه اگر اجازه بدید در دوره بعد من تقاضا میکنم، شرمسارم اگر اجازه بدید برسیم به دوره بعد. آقای گنجی، شما وقتی که میگید که آقای خامنه ای آقای رئیسی رو ترجیح میده به هر کسی دیگری، چرا فکر میکنید اینطوری هست؟ چون خیلی هم استدلال میکنن که آقای روحانی میتونه بهترین رئیس جمهور باشه حتی برای ادامه مسیری که تا حالا بوده. من به سوال شما جواب میدم، تا دو تا نکته رو اجازه بدید اول توضیح بدم. بله کوتاه. بله. دولت‌های غربی، دولت آمریکا و دولت اروپایی دولت‌های دموکراتیکن و توش آزادی رسانه‌ها وجود داره. جمهوری اسلامی یک نظام دیکتاتوریه و گفتم ما پروژه‌مون پروژه گذار به دموکراسی. اما در تمام رژیم‌های دیکتاتوری و دو رژیم‌های دموکراتیک نزاع در عرصه سیاست، نزاع بر سر منابع کمیاب قدرت، ثروت، معرفت و منزلت اجتماعی. نکته که من گفتم این بود. نکته دوم این که در مورد وزیر دادگستری قطعا درسته و من خودم بارها نوشتم، هم به انگلیسی مقاله منتشر کردم، فارسی، که یکی از مسئولین همین هیئت مرگ و قتل عام ها همین آقای مصطفی فرمحمدی بوده. اما توجه بکنیم که مطابق قانون اساسی وزیر دادگستری توسط رئیس قوه قضاییه تعیین میشه، نه رئیس جمهور. پیشنهادش اصلا رئیس جمهور کاری نمیتونه بکنه. و در ثانی این فقط یک رابطه و اختیارات دیگه ای نداره، یعنی هیچ وظیفه ای نداره، یعنی مسائل مالی قوه قضاییه رو پیگیری. اما این توجیه نمیکنه که ایشون جنایتکار نبوده. آقای مصطفی پور محمدی بوده، آقای دوری نجف آبادی بوده، آقای محسنی اژه‌ای بوده، آقای ریشعری بوده، همه اینا رو خود من نوشتم و به خاطر زندان رفتم. یعنی اکید دفاع میکنیم، ما از هیچ جنایتکاری دفاع نمیکنیم. جنایت جنایته، اصلاح طلب بکنه جنایت، غیر اصلاح طلب هم بکنه جنایت، دفاع نداره جنایت با هر کسی. اگه میگیم امروز آقای رئیسی آیت الله قتل عامه، به خاطر اینکه بوده تو اون کشتره و میخواد رئیس جمهور بشه و رهبر بشه. اگه آقای مصطفی پور محمدی هم بشه، اون موقعی که کاندیدا شد برای وزیر دادگستری، من همین رو نوشتم که ایشون بوده. ممنونم آقای گنجی. اگر یه مقدار متمرکز بشیم روی در واقع برای اینکه بحث بره جلو، چون هر چقدر به عقب برگردیم عملا بحث رو نخواهد. شما ببینید، شما یه عکسی که الان چندین عکس وجود داره، آقای خامنه‌ای دستش گذاشته رو شونه های همین آقای رئیسی، یه همچین عکسی رو شما نشون بدید با هاشمی رفسنجانی داشته باشه، نداره. با محمد خاتمی داشته باشه، نداره. با حسن روحانی داشته باشه، نداره. حکم ایشون رو نگاه کنید، حکمایی که داده، تو حکمایی که با آقای رئیسی داده چیا راجع به آقای رئیسی نوشته، اصلا قشنگ اینا روشنه. شیوهی که الان دارن ایشون رو پروپاگانداش میکنن، قشنگ شیبری که میسازن که ایشونو برن. ببینید، من گفتم در درجه اول به دنبال ریاست جمهوری آقای آیت الله قتل عام هستن، در درجه دوم اگر دیدن این رأی اجتماعی نداره، سردار گازنباری که خود آقای قالیباف گفتش، گفت دانشجوها رو بیاریم گازنباری، من قیچیشون میکنم و من با موتور 1000 با چوب تو خیابونا افتاده بودم. خیلی متشکرم. ممنونم جناب گنجی، خیلی متشکرم. اجازه هست یه چند تا نکته‌ای که رو افق مطرح کردن برای اینکه بحثشون بره جلو، هر چقدر بریم عقب. این تئوری فقدان مفهوم آقای سرکوهی رو من بی‌اساس میدونم و خلاف اون معتقدم که فراگیر شدن مفهوم در سیاست رو ما در ایران شاهد هستیم. شواهدی که ایشون میاره به نظر من از سیاست سازندگی نولیبرالی به جامعه مدنی خاتمی و عدالت اجتماعی احمدی نژاد و مسئله سیاست خارجی آقای روحانی، اینها همه نشون میده که فراگیر داره میشه سیاست در ایران و مفهومش عمیق‌تر میشه در طبقه نخبگان و رجال و نهادهای سیاسی و همچنین در فرهنگ عامه مردم. و این تئوری فقدان مفهوم من فکر میکنم کاملا بی اساسه و قابل توجه نیست. قاعدتا آقای سرکوهی هم مایل خواهم بود جواب بدن. جناب سرکوهی، اگر راجع به نکته ای که آقای برزین فرمودن مطلبی هست بفرمایید، اگر نه که من ادامه بدم. من راجع به حرف آقای برزین حرفی ندارم. ایشون میگن یه چیزی کاملا بی اساس است، اینجور صحبت کردن اصلا شایسته جواب نیست. بسیار. اما سوالتون رو من میتونم، اما من خواستم اون نکته که قبلا اجازه بدید من بگم. یک نکته وجود داره در مورد گذار مسالمت‌آمیز به دموکراسی. این سخن آقای گنجی درست هستش که هم خیلی ها میخوان، منم میخوام،
که دموکراسی گذار بشه. به خصوص ماها میخوایم که جز هیچ جناحی نیستیم و همیشه حذف میشیم و تنها چیزی که از ما میخوان آقای گنجی و دیگران این هستش که شما بیان به ما رأی بدین. تا فعلا ما جز رأی دادیم، یعنی ما نه اجازه داریم نامزد داشته باشیم، ما هیچ صدایی هم نداریم، اصولا ما غیر خودی ها هستیم، اونا به ما میگن غیر خودی، منم غیر خودی هستم چون من اصلا با این چارچوب چون مخالفم، نه اونا هم به من اجازه فعالیت نمیدن، به کانون نویسندگان نمیدن، به احزاب نمیدن، به غیره هم نمیدن. اما ما هم میخواهیم از راه مسالمت‌آمیز به دموکراسی برسیم، به خصوص ما بیشتر بهش نیاز داریم چون همون حدی که جناها هستند و قدرت دارند و فلان، ما اون رو هم نداریم، ما حتی یک صدا هم نداریم. اما توجه بکنیم که چه موقع رفرم انجام میشه. رفرم در واقع حاصل توازن نیروهاست. در سیاست وقتی که لایه‌های از جامعه یا طبقاتی از جامعه اتحادیه داشته باشن، سازمان داشته باشن، نهاد داشته باشن و هویت مستقل از جناح‌های حکومتی دیکتاتوری داشته باشن، نه دموکراسی، این دو تا رو باید کاملا از هم جدا کرد. وقتی که هویت مستقل از داشته باشن، اون وقت میتونن با وزنه‌ای که دارن تحمیل بکنن به نظام که او تن به رفرم بده. بنابراین در واقع من زاویه نگاهم که زاویه نگاه عبور به دموکراسی هست، یعنی جایی که همه صدا داشته باشن، همه نامزد داشته باشن، نه فقط کسانی که آقای گنجی دوست دارن یا مثلا دیگران، یعنی اصلاح طلبا، بلکه همه، این هستش که ما بی صداها و همچنین کسانی که نیاز اصلیشون عدالت اجتماعی است، یعنی اون کسانی که زیر خط فقر زندگی میکنن و اینها هم به دموکراسی نیاز دارن و اینها هم باید سازمان ها و نهادهای خودشون رو داشته باشن تا بتونن مسائل خودشون رو مطرح بکنن. و بعد وقتی که سازمان ها و نهادهای خودشون رو داشتن، مستقل بودن، مسائل خودشون رو مطرح کردن، میتونن این رو گام به گام مسائل خودشون رو در توازن نیرو به نظام تحمیل بکنن. تا وقتی که ما فقط هر 4 سال یک بار دعوت میشیم که بریم رأی بدیم، یا آقای روحانی میاد اون بالا میشینه یک سری نویسنده رو دعوت میکنه، همون کاری که دفعه قبل کرد، بعد رفت گفت هنر باید این باشه، هنر باید میشه، حرفایی که استالین هم نمیزد در حد دیکتاتوری خودش زد، تکلیف تعیین میکرد برای اینکه چجوری بنویسی. این ماها به دموکراسی نمیرسیم و اینم گذار به دموکراسی نیست. این که ما بارها آزمایش میکنیم که استقلال آدم‌ها رو می‌گیریم، هویت جناح‌های مختلف رو می‌گیریم. من اینو می‌پذیرم که کسانی که نفع می‌برن از نظام، کسانی که در رانت‌خواری سعیمن، کسانی که صدا دارن، کسانی که به مجلس میرن، کسانی که به مجلس میرن و قدرت دارن، اینها خب طبیعتاً دوست دارن برن در انتخابات شرکت کنن، بعدم برن. متشکرم آقای گنجی. در واقع بحث شما این هست که از این مسیر به دموکراسی نمی‌شه رسید. یعنی گذار به دموکراسی رو شیوهش رو این نمی‌بینید آقای گنجی. ببینید پروژه گذار به دموکراسی یه تجربه هایی داره، تو شیلی صورت گرفته، تو افریقای جنوبی صورت گرفته، تو اسپانیا صورت گرفته. من هر موقع راجع به گذار به دموکراسی صحبت میکنم، بر اساس تجربه های صورت گرفته صحبت میکنم. یعنی همیشه شما باید هر موقع با قدرت لویاتانی دولت مواجه باشید، معلومه که نمیتونید گذار به دموکراسی بکنید. همیشه شما باید از طریق سازمانیابی های متنوع و متکثر مردم قدرتمند بکنید، یک جامعه مدنی قوی بسازید. وقتی توازن قوا میان دولت و جامعه مدنی شکل گرفت، دموکراسی محصول این توازن قواست. آقای گنجی تا اینجا که طبیعتاً اختلاف نظری نبود، چون در واقع شما هم همین نکات رو فرمودید. حالا سوال اینه در یک کشوری شبیه کشور ایران، در منطقه‌ای که ما داریم زندگی میکنیم، در موقعیتی که ما قرار گرفتیم، آلترناتیوها چیه در مقابل ایران؟ آلترناتیوهای کشورهای همسایه نگاه کنید، شما به افغانستان، به عراق، به یمن، به سوریه نگاه بکنید، آلترناتیو اینه. یعنی آلترناتیو اینه که میان حمله نظامی میکنن، تمام کشورهای منطقه رو کلنگی کردن، شخمش زدن به سود اسرائیل و همه اینا رو از بین بردن و این ادامه خواهد داشتش. آلترناتیو ما اینه که اگر امثال آیت الله قتل عام و این آقای سردار گازنبوری ها بیان رئیس جمهور بشن، 2-3 هفته پیش پرونده ایران رو تو پارلمان کانادا تصویب کردن جنایت علیه بشریت. اگر اینا بیان، این پروژه هات میشه و آلترناتیو جنگ عمده میشه. ما برای فرار از جنگ، برای گریز از جنگ، میگیم باید یه آدمایی تو خود همین رژیم که نرمتر هم میانه روان، اونا سر کار باشن که نذارن کشور گرفتار جنگ بشه. ممنونم آقای گنجی. مثل من عذر میخوام، قطعا یک فرد مثل من ترجیح میدم وضعیت موجودو بر وضعیتی که ایران به یه سوریه و عراق دیگه تبدیل بشه. اما برای گذار به دموکراسی قطعا شما باید قدرتمندسازی بکنی و نهادسازی بکنی. و نهادسازی رو تا
توی یک شرایطی که یک فردی مثل خاتمی رئیس جمهور باشه بهتر میشه صورت داد تا یک فردی مثل آیت الله قتلعام رئیس جمهور باشه. متشکرم جناب گنجی. آقای سرکوهی، در واقع وقتی صحنه رو نگاه میکنیم، یک طرف اصولگراها هستن که میگن ادامه ریاست جمهوری آقای روحانی به معنای ویرانی اقتصاد ایران و ویرانی نمیدونم نیروی کار همه چی خواهد بود، یعنی آقای روحانی رو معادل ویرانی میدونن. یک طرف کسانی هستن که حالا حامیان آقای روحانی که مثلا آقای رئیسی رو معادل ویرانی میدونن یا آقای قالیباف رو معادل یعنی در همه طرف نوعی ترساندن طرف مقابل به نظر میاد که بیشتر هست. اصولا ببینید یکی از ابعادی که در این انتخابات هست و من میگم باز این نشون دهنده یا این است که مفاهیم سیاسی هست شده از بحث اینا، همین سیاست در اساس ترسه. یا روحانی رو انتخاب کنین یا کشور سوریه میشه. خب هیچ که دلش نمیخواد کشور سوریه بشه. یا روحانی رو انتخاب کنین یا آمریکا به ایران حمله میکنه. من همه عمرم علیه آمریکا بودم، برام هیچ که نمیخواد کشوری به کشوری حمله بکنه. اما آیا این درست است، این جور سیاست، این جور تبلیغات، این تهیجات؟ دوم این مسئله ویرانی که شما میگید، ببین از نظر اقتصادی اگر شما بخواید صبح یک نکته، دو نکته رو باید واقعا مشخص کنیم اگر بخوایم عمیق به مسئله فکر کنیم. یک نکته این است که سیاست خارجی رو در ایران رؤسای جمهور تعیین نمیکنن و من نمیدونم آقای گنجی اینو خیلی خوب میدونن. سیاست خارجی رو در ایران یک گروهی تعیین میکنن که رئیس جمهور هم یکی از اونها هستش و اون سیاست خارجی غنی سازی اورانیوم با تایید همه بوده، با تایید رفسنجانی بوده، با تایید همه بوده و بعد در یک جایی که مجبور شدن همه عقب نشینی کردن و رهبر قبل از همه عقب نشینی کرد، 6 ماه قبل از روحانی مذاکرات در یمن شروع کرد. اینا هم آمریکایی‌ها گفتن، هم خودشون گفتن، همه اون گفتن. این سیاست مشکی و سیاست نمیدونم در دخالت در سوریه، سیاست در یمن، سیاست غیره هم فعلا اونایی که سیاست خارجی رو تعیین میکنن دارن انجام میدن. رئیس جمهور هم من همیشه میگم یکی از اونهاست. حالا این یک نکته. بنابراین هی نگیم که واقعا این جالبه که از یه طرف میگیم که سیاست روحانی اگر انتخاب بشه یک سیاست خارجی پیش خواهد گرفت که جنگ نخواهد شد، از طرف میگیم رئیس جمهور کاری نیست در این موارد. بالاخره تأکیدی رو تعیین کنین این رئیس جمهور چی کار است. نکته دومی که میخواستید کوتاه شد، نکته دوم در مورد اقتصاد من فقط بگم، ببینین تمامی رؤسای جمهوری که اومدن صرف نظر شعارهایی که دادن، آقای رفسنجانی با شعار خصوصی سازی، آقای خاتمی با شعار مردم سالاری دینی، البته در اقتصاد هم کار رفسنجانی رو ادامه داد، حتی آقای احمدی نژاد با شعار عدالت اجتماعی، فقط یک کار کردن. این ساختار اقتصاد رانتی ایران که درآمد نفت میاد دست دولت و دولت این درآمد رو در یک ساختار به اصطلاح رانتی توزیع میکنه، این اصلا فساد نهادینه شده با خودش میاره. یک دوم من افزایشش کار فقر و غنا، توسعه اقتصادی هم منجر نمیشه به این شکل چون اصلا بر مبنای رانت است. بنابراین اون چی که آقای خاتمی تو روحانی تو این 4 سال کرده که بیشتر تخریب اقتصاد ایران بوده، همون کاریش که آقای رئیسی هم اگه بیاد میکنه همون کاریش که، البته تفاوت داره. ببین همیشه اندک تفاوتی بین اینها هست، اما مسئله این هستش که اون ساختار اقتصادی ایران در این حالت اصولا تحول اساسی من میگم پیدا نمیکنه. آقای گنج، ببینید جناب آقای سرکوی عزیز، یه مشکلی تو بحثشون وجود داره چون بحثای ایشون متکی به هیچ فکتی نیست، ما نمیتونیم کاری کنیم. مثلا راجع به همین اقتصادیشون صحبت میکنه، مثلا خب شاخص همین فقر خیلی مهمه، منم قبول دارم. خب ایشون بعد میگه که آقا ضریب جینی تو ایران تو دوره موسوی چی بوده، تو دوره هاشمی چی بوده، تو دوره خاتمی چی بوده، تو دوره رؤسای جمهوری بعدی چی بوده. ایشون نمیگه این شاخص فساد، خب ما که نمیدیم اینو، سازمان شفافیت بین‌المللی میده، جایگاه ایران هم بده. اما بدترین دوره فساد آمارای سالانه در آوردم تو این مقاله من رو رادیو فردا هست ببینید، بدترین دوره فساد تو ایران دوره احمدی نژاد بوده، بهترین کمترین دوران فساد دوره خاتمی بوده. اینو سالانه داره سازمان شفافیت بین‌المللی میده. یعنی من که صحبت میکنم بر اساس آمار صحبت میکنم، میگم اولا دورانهای این رؤسای جمهور با یکدیگه تفاوت داشته. من اصلا قبول ندارم این چیزی که آقای سرکوهی میگه، یک پارچگی کامل میبینه که همه یه چیز واحدن. نه، این دوران با همدیگه تفاوت داشته. قطعا آزادی های سیاسی اجتماعی در دوران خاتمی که خود بنده 6 سالش رو زندان بودم، 6 سال و 3 ماه دوران آقای خاتمی رو بنده زندان بودم، میگم هیچ موقع در ایران آزادی های سیاسی اجتماعی به اندازه دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی نبوده. در این حالی که من خودم 6 سال 3 ماه زندان بودم، این رانتی بوده که بنده گرفتم. نکته بعدی جناب گنج،
ولی میخوام بگم خدمتتون نکته اینه، توجه بکنید ما باید مبتنی بر آمار ارقام صحبت کنیم. الان تو اقتصاد اینجوریه، اقتصاد الان مهمه. بنده هم طرفدار اینم که آقا برابری باشه. من اصلا سیاست های نئولیبرالی رو قبول ندارم و معتقدم بهترین الگو برای ایران کشورهای اسکاندیناوی هستن، نه سرمایه‌داری نئولیبرالی آمریکا. من تو اینجا هستم، اما اینجا هم با آمار ارقام صحبت کنیم. متاسفانه صحبت های آقای سرکوهی به طور مطلق فاقد آمار ارقامه. مثلا آقای احمدی نژاد موقع دولت تحویل داده که تورمش 35% بوده، خب الان این تورم یک رقمی شده. این آماری که داره کی میده؟ صندوق بین المللی پول میده، آماری که بانک جهانی میده. موقع که آقای روحانی دولت رو از احمدی نژاد تحویل گرفته با درآمد 800 میلیارد دلاریش، رشد اقتصادی منفی 6.8 بوده. الان همین دیروز که صندوق بین المللی پول پریروز آمار داد، رشد اقتصادی پارسال رو میگه 6.6% بوده و مرکز پژوهش‌های مجلس میگه 8.9% بوده. چرا؟ خیلی ممنونم آقای گنجی، متشکرم. در مورد رشد اقتصادی البته میدونید دیگه، میگن که این تکرار هم نخواهد شد. علت چه این هست که خب درآمدهای نفتی ایران دو برابر شد و بنا نیست سال آینده دو برابر بشه، بنابراین اتفاق نخواهد، یعنی یه بخش عمده ای از اون رو توسعه. خیلی ممنونم. پول گفته 3.3% خواهد بود. سپاسگزارم. و بانک جهانی 5.5 گفته خواهد. آقای سرکوهی یک دقیقه لطفا. ببینید اولا من گفتم رشد اقتصادی باید دید به سود کدوم طبقه بوده. مسئله این به اصطلاح آمارهایی هم که دولت روحانی میده قابل بحث است. اینم که احمدنژاد بدتر بوده از روحانی من کاملا قبول دارم، بد و بدتر همیشه هست. در مورد این که اساس قضیه که وقتی که صحبت از گذار به دموکراسی میشود، این نیستش که براندازی. مسئله من عرض کردم، مسئله این استش که ما دو تا نگاه داریم. یک نگاه میگه که مردم رو تبدیل کنیم به کسانی که هر 4 سال یک بار میآیند و به جناهایی از حکومت رأی میدن و بعد به اونا توصیه میکنیم که بین بد و بدتر بدتر. این یک نگاه هست. نگاه دوم این استش که لایه‌های گوناگون جامعه منافع گوناگون دارن، خواستهای گوناگون دارن، یکسان نیست خواستهاشون. این لایه‌هایی که محروم هستند از جناح‌های حکومتی که منم توش هستم، لایه‌های فقیر و زحمتکش جامعه، روشنفکران جامعه، کسانی که طرفدار لیبرالیسم هستند، کسانی که طرفدار دموکراسی هستند، اینایی که غیر خودی هستند، اینایی که هیچ راهی ندارند به انتخابات، اینایی که تنها راه ورود به انتخاباتشون این است که خودشون به یک رای دهنده هر 4 سال یک بار تقلیل بدن و کاهش بدن، اینها بروند سازمان‌های خودشون رو ایجاد کنند و بعد با نیروی این سازمان‌های خودشون رفرم‌های دلخواه خودشون رو، من گفتم رفرم، تحمیل بکنند به حکومت. این دو تا نگاه هست. یک نگاه که میخواد منو تبدیل بکنه به رای دهنده هر 4 سال یک بار جناح‌های حکومتی، یک نگاه هم نگاه من هست که من میخواهم بر اساس هویت مستقل خودم سازماندهی بکنم، نهاد خودم رو به وجود بیاورم و بعد به اتکای نهاد خودم خواسته های رفرمیستی خودم رو مطرح بکنم. خیلی متشکرم. این بحث حالا بعدها طبیعتاً بازم ادامه خواهیم داد. سپاسگزارم فرج سرکوهی، اکبر گنجی و سعید برزین. خیلی متشکرم از هر سه آقایان. ممنونم از شما که تا انتها با ما همراه بودید.